فرانسوا بورگا، اندیشمند و محقق سیاسی فرانسوی، به تشریح دلایل اسلام ستیزی در محافل نخبه و جامعه فرانسه و همچنین ریشه های تاریخی چنین موضعی پرداخته است. بورگا در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته دفاع از سکولاریسم به صورت گزینشی علیه مسلمانان استفاده می شود، نه علیه کاتولیک ها یا یهودیان. بورگا با بیان اینکه دفاع از سکولاریسم که معمولاً به عنوان دلیل مخالفت با اسلام در جامعه فرانسه مطرح می شود، در واقع دلیل اصلی نیست، بلکه دلیل اصلی و واقعی این است که فرزندان استعمارگران فرانسوی نمی خواهند فرزندان مستعمره ها را ببینند که ندا سر می دهند و حقوق خود را مطالبه می کنند. اندیشمند فرانسوی در ادامه گفت، یک خانم نظافتچی در فرانسه می تواند بدون هیچ مشکلی حجاب داشته باشد، اما اگر زنی بخواهد حجاب داشته باشد و استاد دانشگاه یا وکیل شود، اینجا بحث دفاع از سکولاریسم مطرح می شود. اندیشمند فرانسوی با اشاره به عدم مشارکت مسلمانان در انتخابات های فرانسه گفته که مسلمانان باید در متن رخدادها قرار بگیرند و صدایشان را بلندتر کنند و در سیاست فعالتر باشند. بورگا با تأکید بر اینکه دفاع از سکولاریسم امروز فرانسه را به بن‌بست رسانده است، پیش بینی کرد که احتمالاً پیشنهادهای بیشتری در قالب قانون ارائه خواهد شد تا حضور مسلمانان در فرانسه را هسته اصلی مشکلات این کشور معرفی کنند. سید سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، با ما همراه هستند. آقای میردامادی سلام، عید شما مبارک. سلام و عرض ادب و ارادت و تبریک متقابل خدمت جناب عالی، مخاطبان اخبار شیعه و شبکه محسن علیه. زنده باشید. سکولاریسم گزینشی و هدفمند در برابر مسلمانان چه نمودها و مصادیقی دارد؟ بفرمایید. نمودهای زیادی داره. مهمترین مسئلهش تضییقات و فشارهایی است به مراکز اسلامی و مساجد به بهانه مقابله با افراطگرایی اسلامی که سابقه دیرینی داره. نمونه‌های زیادی میشه براش ذکر کرد، بستن مساجد و تعطیلی اونها، در حالی که در برابر اون ما تبعیض‌ها و آزار جنسی‌های کشیش‌ها رو داریم، ولی هیچگاه به این دلیل هیچ کلیسا یا کنیسه ای تعطیل و یا مورد تضییق قرار نمیگیره. مسئله حجاب زنان رو داریم که سایر پوشش های سایر ادیان مشکلی باش وجود نداره، ولی با این حجاب به صورت بسیار خشن و تندی در همه زمینه ها برخورد میشه. ورزشکارهای زن رو داریم، به ویژه فوتبالیست ها، که الان هم مطرح هستش و گفته میشه که حق ندارن که با پوشش اسلامی ورزش کنن. داستان عبایا رو داریم که در هفته های اخیر خیلی مسئله ساز شد و گسترش پیدا کرد، در حالی که سایر پوشش های سایر ادیان باش مسئله ندارن و تلاش میکنن که هر آنچه که با اسلام و مسلمانان و پوشش اونها و نمودهای بیرونی مسلمانان ارتباط داره اونها رو مورد تنگنا و تضییق قرار بدن. و این تعبیری که این اندیشمند فرانسوی به کار برده به نظر میسه تعبیر کاملا دقیق و درستی است که این سکولاریسم خودش تبدیل میشه به یک ابزاری برای به ویژه تنگنا قرار دادن جامعه مسلمانان و از معنای واقعی خودش خارج میشه، تبدیل به یک ایدئولوژی سرکوبگر بسیار تندی میشه که صرفا در خصوص یک دین خاص بناست اعمال بشه و نه در خصوص همه ادیان و مذاهب. بله جناب میردامادی، نسبت این سکولاریسم گزینشی علیه مسلمانان و پیشینه تاریخی استعمار فرانسه را چگونه ارزیابی میکنید؟ باز هم به درستی این اندیشمند فرانسوی در مطالبش کتاب خبرگزاری آناتولی اشاره کرده. بله، مسئله استعمار مسئله ریشه‌دار و قدیمی هستش که به ویژه مستعمرات مسلمانی رو که غربی‌ها و فرانسوی‌ها داشتن و پذیرفتند این
استقلال اونها رو در اوایل قرن 20 جریان‌های زیاد راستگرای افراطی با این استقلال جامعه فرانسوی، جامعه مسلمانان، کشورهای مسلمان به ویژه در شمال افریقا مقابله کردند و حتی به قدری این مقابله شدید بود که رهبران فرانسه که این استقلال رو به رسمیت شناختن رو خائن قلمداد کردن و حتی به حدی رسید که دو بار خود ژنرال دوگل مورد سوء قصد قرار گرفت به عنوان خائن به فرانسه و آلمان فرانسه و کشور فرانسه که استقلال الجزایر رو به رسمیت شناخت. این کینه ها و نفرت هایی که نسبت به نسل های بعدی مستعمراتی وجود داره همچنان در تصمیماتشون و در نگاهشون به مسلمان ها و در قانونگذاری هاشون و در تضییقاتشون کاملا نمود داره، کاملا عینیت داره. همه نگاهی که رهبران فرانسه را در به استقلال رسمیت شناستن استقلال الجزایر خائن میدونست، همون نگاه الان در قالب احزاب فرانسوی و راست افراطی تلاش میکنه که با مناره مقابله کنه، با عبایا مقابله کنه، با حجاب دختران در مدارس مقابله کنه، با حجاب ورزشکاران مقابله کنه. تمام اینها یه نگاه تبحرآمیز، نگاه از بالا به پایین در واقع نسل‌های آتی همونهایی هستن که مستعمرات در واقع شمال آفریقا رو به طور مشخص با خشونت و با خونریزی اداره میکردن و حالا سبک‌های استعمار هم عوض شده، به سبک‌های جدیدی رو آوردن و این سبک‌های استعماری جدید تلاش میکنه که هرچه بیشتر نمادهایی از نسل‌های قبلی مستعمراتی و تحت ستم خودش رو به تضییق و تنگنا و فشار رو در واقع حذف کردن از عرصه عمومی جامعه وادار. بله، ممنونم. سید سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار از پاریس با ما همراه بودند.